تماشاگران ارجمند، وطنداران عزیز و گرامی، باز هم با برنامه دیگر از گپ گپ میخیزه. پنجشنبه نهم سرطان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 30 ماه جون سال 2022 میلادی در حضور شما قرار داریم و صحبت را از تازه ترین انکشاف آغاز میکنیم. انکشاف نه، بلکه یک نیرنگ یا یک خدای دیگر از جانب طالبان. امروز طالبان اولین نشست بستدا جرگی بزرگ یا مجلس بزرگ یا هر عنوان و نامی که برش میتین را آغاز کردند. اما متاسفانه تا هنوز بر سر نام دقیق آن هم به اتفاق نظر نرسیدند. بر این اساس در حالی که مولوی شهاب الدین یک از وزرای رژیم طالبان عنوان لوی جرگه را برای این نشست به کار میبرد، برخی دیگر از مقامات طالبان همچون ذبیح الله مجاهد از واجه های دیگر چون مجمع افغان ها استفاده میکند. به طور قطع اگر در یک سال که از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد همه تحولات بر وفق مرادشان سپری میشد، آنها هرگز تن به تشکیل همچون یک نمایش مضحک نمی دادن. اما حالا وجود برخی فشارها و مقاومت‌های داخلی و از آن مهمتر عدم شناسایی بین‌المللی از سوی جامعه جهانی رهبران رژیم طالبان را ناچار ساخته برای کسب مشروعیت دست به دامن یک گردهمایی به اصطلاح سنتی بزنند. اما پرسش اساسی اینجاست: برگزاری نشست تا چه حد میتواند بر روند کسب مشروعیت داخلی و بین المللی ساختار سیاسی مورد نظر طالبان مؤثر واقع شود؟ یعنی خواهش همیشه از طرف علما، از طرف ما سنسفیدای قومی بود. ما امی زمین سازی را کردیم که اونا بیایند اینجا با هم بشینند، اونا میتونند با هم بحث کنند درباره مسائل مختلف، درباره نظام اسلامی و استقلال افغانستان، وحدت ملی، دیگه مسائل اقتصادی و اجتماعی ما چه قسم بهتر شود، درباره هر مسائلی که اونا بخواند انشاءالله وقتی که اینجا تشریف آوردن باز در مابین خود با هم بحث میکنند و تصمیم میگیرند انشاءالله. انفی صاحب، این نشستی که برگزار میشه مهمان ها چیزایی را که مثلا پیشکش میکنند در حد مشوره است، یعنی فیصله خود نیست؟ نه؟ اصلا ما صرف زمینه سازی کردیم برای اجتماعی از اونها. خواسته از اینا چیست؟ بله، اونا یک دفعه بیایند اینجا با هم بشینند و در رابطه با کدام مسائل اینا تصمیم میگیرند، با کدام مسائل اینا مشوره میدهند. هدف و ماموریت نشست بزرگ علمای گروه طالبان هرگز دنبال رای حل امروزین و مورد قبول جهانی برای بحران مشروعیت ملی رژیم خویش نیستند، بلکه میخواهند از طریق کسب بیعت و اطاعت اجباری و یا با رضایت از جانب چهره ها و شخصیت های سیاسی مشروعیت نمادین ملی خیش را به نمایش بگذارند. روی این هدف طالبان کمیسیون ارتباط با شخصیت های افغان را ایجاد کردند تا ظاهرا شخصیت ها و مقامات رژیم پیشین را به بازگشت تشویق کنند و با آنها اطمینان بدهند که در صورت بازگشت و بیعت با امیرالمومنین غایب این گروه جان و دارایی هایشان مسئول و محفوظ است. با آغاز فعالیت این کمیسیون واضح بود که طالبان با این کار میخواهند به دنیا نشان بدهند که اکثر مردم افغانستان با امیر این گروه بیعت و به نظام امارت اسلامی متحد بوده و این نظام مشروعیت ملی خیش را به دست آورده است. به یقین افرادی که در چارچوب فعالیت این کمیسیون به کابل برگشتند به جرگه بزرگ علما نیز دعوت شده و در آنجا ماموریت اصلی و نهاییشان را که باید با امیر غایب طالبان و اطاعت از امارت اسلامی است تکمیل میکنند.
اما بحث دیگر شکلگیری مقاومت علیه طالبان در برخی مناطق کشور است که به یقین دامنه آن گسترده شده و بدین طریق اقتدار و حاکمیت این گروه در آینده نزدیک با مشکلات بیشتر تا سرحد متلاشی شدن روبرو شود و در تحقق و آنچه مایت الامتیاز این گروه در تأمین امنیت و ثبات خوانده می شود عملا ناکام ثابت خواهد شد. به همین دلیل در این نشست، یعنی نشست شورای علمای گروه طالبان، همانند نشست سال 1375 علمای این گروه در قندهار، بر سر موضوعاتی چون وجوب شرعی تداوم امارت اسلامی، وجوب شرعی بیعت و اطاعت همه مردم افغانستان از امیر و امارت و ضرورت سرکوب هر گونه مخالفت با امارت فتوا صادر کند، باز شدن مکاتب دخترانه، حق تعلیم و تربیت و تحصیل زنان و همچنان حق کار و مشارکت زنان در سطوح مختلف ادارات دولتی و تشکیل حکومت همشمول که در بدنه و ساختار رهبری و مدیریتی آن چهره های از طایف ها و گروه های مختلف سیاسی و قومی دیده شوند مخالف اصول اساسی و ثابت این گروه است. از جانب دیگر جامعه جهانی نیز بدون حل این مسائل با این گروه به هیچ وجه وارد تعامل جدی و سازنده نمی شود. در چنین وضعیت سران این گروه دنبال برگزاری شورای علما افتادند تا در صورت انعطاف مشروط رژیم طالبان و محدود در این زمینه ها فتوا و تصمیم شورای علما بتواند نیروهای تندرو این گروه را مجاب کند. هنگام ظهور اولیه طالبان در دهه 70 خورشیدی برخی ناسیونالیست‌های قومی که از چرخش قدرت قومی به نفع دیگر اقوام خشمگین بودند و به طالبان به عنوان ناجیان سلطه و قدرت قومی نگاه کرده و به نفع آنها در مجامع بین‌المللی لابی کردند، اینو تبلیغ و گروه را تشویق می‌کردند که در همکاری با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان لوی جرگه را برگزار می‌کنند تا منازع قدرت در یک چارچوب قومی و قبیلوی حل شود. در قریب 11 ماه گذشته نیز برخی ناسیونالیست‌های قومی فریب خورده بدون توجه و آموختن از تجارب تلخ گذشته طالبان را تشویق می‌کردند تا بار دیگر بحران مشروعیت ملی، اقتدار و همچنان پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن را در چارچوب لوی جرگه حل و فصل کنند. با آنکه مبنای فکری جنبش طالبان ترکیب از عصبیت قبیله‌ای و افراطیت مذهبی با طمع وابستگی استخباراتی است، رهبران این گروه کوشش میکنند که در ظاهر دو وجه قبیله‌گرایی و وابستگی استخباراتی خیش را انکار و پنهان کنند. به همین دلیل کوشش میکنند برای کسب مشروعیت ملی خویش به جای توسل به سازوکار قومی و قبیلوی لوی جرگه به مکانیزم مذهبی رو آورند و بدون اینکه به شورای علما متوسل شده اند صلاحیت و ماموریت این نشست علما در سنت فکری طالبان شورای علما چیز شبیه همان شورای اهل حق نیست که آقای ربانی سالهای پیش آن را دایر کرده بود. با این تفاوت که طالبان برای شورای علمای خیش تنها دو نقش تأسیسی و مشورتی قائلند که در فقه سیاسی فعلی اسلامی شورای اهل حل و عقد از صلاحیت مشروط عزل و برکناری امیر و زعیم جامعه نیز برخوردار است. در نظام فکری طالبان نقش تأسیسی و ایجادی شورای علما هنگام است که امیر این گروه میمیرد و یا کشته می شود. این شورا یک از مراجع است که می تواند امیر جدید را انتخاب و با او بیعت کرده و دیگران را به بیعت او مجبور سازند. پس از بیعت اولیه شورای علما و بزرگان با امیری که زمام امور را یا از طریق زور و یا غلبه بر دشمن
یا از طریق بیعت علما و نخبگان یا وراثت و یا انتصاب امیر قبلی به دست آورده است، رابطه عموم مردم و جامعه با وی بر اصل سمع و اطاعت، شنیدن و فرمانبرداری استوار است و تنها همین علما و نخبه های جامعه مرجع مشورت دهی امیر و زعیم هستند. البته امیر هیچ گونه مکلفیت در جهت پذیرفتن مشورت فردی یا جمعی علما ندارد. به همین دلیل ممکن در نشست شورای علمای طالبان محدودیت و موانع بر سر راه تعلیم و تحصیل زنان به صورت محدود و مشروط و حق کار زنان در محدوده های معین و ادارات مشخص و همچنان مشارکت افراد و نیروهای خارج از چارچوب گروه طالبان در رهبری و مدیریت میانی ادارات دولتی به منظور کسب قناعت کشورهای خارجی در کنار فتواها و مشوره های به رهبری گروه طالبان صادر شود. اما انتظار داشتن برخی از این نشست که در آن پیرامون ساختار نظام و حل بحران و منازع قدرت از مجرای رأی و اراده جمعی مردم به شیوه مرسوم مردم سالارانه و هموار شدن مسیر مشارکت مردم در امور سیاسی و ملی در چارچوب پلورالیزم سیاسی و تأمین حقوق اساسی مردم بحث شود، نشانه عدم شناخت آنها از ماهیت اصلی طالبان است. مشکلات این نشست البته دو مشکل عمده و بزرگ است، همچنان بحرانزا و خطرناک که دامنگیر طالبان است. معلوم نیست این شورای علما برای این دو مشکل چی رای حل ارائه خواهد کرد. به یقین یافتن رای حل برای این مشکلات آسان نیست. نخستین مشکل گروه طالبان و رژیم آنها بحران زعامت و فقدان رهبری است، زیرا واقعیت امر این است که ملا هبت الله آخوندزاده زنده نیست و اگر او زنده است چرا در 11 ماه گذشته نه صدای از او شنیده شد و نه کسی او را دیده است. حتی فردی که ظاهراً برای یک دوره موقت و در چارچوب شورای قندهار نقش مولوی هبت الله را بازی میکند حاضر به صحبت در مورد مسائل روز افغانستان نیست تا واقعیت امر در مورد سرنوشت رهبری این گروه افشا نشود، زیرا هر لحظه‌ای که صدایش را بلند کند به آسانی صدای وی با صدای هبت الله تفکیک میشود. حتی آنگاهی که طالبان ازبک‌تبار پس از بازداشت مخدوم عالم برای ابراز شکایت به قندهار رفتند، نتوانستند با این فردی که نقش مولوی هبت الله را بازی میکند دیدار کنند تا نشود این دیدار مشت بسته این گروه در مورد سرنوشت زعامت و رهبری طالبان را باز کند. فقدان رهبری طالبان تا 11 ماه گذشته رقابت بر سر زعامت و امارت را در چارچوب شکافا و منازعات تاریخی قومی و قبیلهی پشتونی یعنی درانی و غلجی بیشتر ساخته است. میتوان به منازعه و درگیری ملا برادر و سران شبکه حقانی در روزهای نخست تسلط این گروه بر کابل بر سر رهبری امور اجرایی دولت یعنی ریاست الوزراء اشاره کرد که موقتا حل شد. اگر شورای علمای طالبان در این مورد تصمیم بگیرد و ضمن اعلام مرگ ملا هبت الله امیر جدید این گروه را اعلام و با او بیعت کرده و همه را به بیعت و اطاعت فرا بخواند، آیا این شورا توانایی مدیریت رقابت مدعیان زعامت و امارت و منازعات بعدی آنها را دارد؟ به یقین پاسخ منفی است. در این صورت خود این شورا نیز دچار دو یا چند دستگی می شود. اگر این مشکل را همچنان مسکوت بگذارند، با گذشت هر روز گره دیگری بر این معضل افزوده می شود، زیرا فردی که حالا به صورت نمادین نقش هبت الله را بازی می کند می تواند آهسته آهسته با تحکیم پایه های قدرت و نفوذ خیش مثل ملا برادر، سراج الدین حقانی و مولوی یعقوب پسر ملا عمر به مدعی جدید رهبری واقعی این گروه بدل شود و ممکن مدعیان دیگر امارت و زعامت نیز پا
پیدا شوند. تجربه 28 سال عمر نکبتبار این گروه نشان داده است که هرگاه رهبر این گروه مرده و یا کشته شده است، این گروه در گزینش رهبر جدید دچار اختلاف و انشعاب گردیده است. پس از مرگ ملا عمر، دسته به رهبری ملا رسول و ملا منان نیازی انشعاب کرده و حتی حاضر شدند با حمایت مالی برخی سازمان‌های استخباراتی منطقه و حکومت وقت افغانستان علیه طالبان در مناطق جنوبی و غربی کشور بجنگند. همچنان برخی سران طالبان در آن زمان ادعا کردند که ملا عمر سالها پیش توسط اختر محمد منصور زندانی بوده و اختر منصور به نام وی گروه طالبان را رهبری می کرده است. طرح شدن این ادعا سبب شد که شماری از چهره های اولیه فرماندهان طالبان مثل صدر ابراهیم و قیوم زاکر تقریبا از رده تصمیم گیری این گروه خارج شوند و تا حال در حاشیه قرار داشته باشند. همچنان گفته های وجود دارد که مسیر تردد ملا اختر محمد منصور نیز در چارچوب همین رقابت بر سر زعامت افشا شد که به مرگ وی انجامید. البته مهار آن اختلافات برای گروه ستیزجو که در مخفیگاه‌هایش پراگنده و در حال جنگ با یک دشمن بود مقدار آسان بود، اما در شرایطی که این گروه حالا بر کشور مسلط است، هر گونه آغاز عملی اختلاف و انشعاب بر سر زعامت و رهبری منجر به آغاز جنگ خونین در داخل این گروه خواهد شد. به دلیل اینکه سنت فکری طالبان روش مسالمت آمیز و دموکراتیک برای حل معضله قدرت و زعامت وجود ندارد، در رقابت بر سر زعامت قطعا به زور متوسل شده و منجر به جنگ و خونریزی می شود. ممکن یک از مدعیان زعامت و رهبری که قدرت و توانایی بیشتر داشته باشد بر دیگر و یا دیگران موقتا غلبه کند، اما قطعا به معنای پایان ماجرا نخواهد بود. مشکل دوم فراراه شورای علمای طالبان بحران رو به افزایش منازع قومی در داخل این گروه است. معلوم نیست که این نشست علما در چه قالب و چارچوبه برای آتش زیر خاکستر راه حل پیدا و تجویز می کند. در افغانستان اکثر جنبش ها در اوج شکوفایی و هنگامی که به قدرت رسیدند قربانی منازعه و نگاه قومی به امر سیاسی و مقوله قدرت و زعامت شدند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در وسط راه مبارزش دچار اختلاف و انشعاب در خطوط قومی شد و افتادن رژیم مورد حمایت شوروی، حزب دموکراتیک خلق در دامن سیاست‌های برتری طلبانه قومی پایان و مرگ آن رژیم را تسلیح کرد. نگاه و مطالبات قومی تنظیم ها و احزاب راستگرای جهادی را پس از پیروزی جهاد با هم درگیر کرد و به یقین در کنار عوامل و مداخلات بیرونی بخش اصلی و عامل برجسته داخلی جنگ در منازع قومی قدرت ریشه داشت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان که با حمایت غرب ایجاد شده بود نیز بر سر مسائل قومی دچار شگاف و منازع درونی شده و تضعیف و سپس حتی در همین خطوط قومی سقوط داده شد. حالا نیز نشانه های وجود دارد که گروه طالبان هم در چارچوب درون قومی یعنی منازع قبیله‌ای درانی غلجی و هم در چارچوب برون قومی منازع پشتونی غیر پشتونی دچار شگافایی شده است که مثل آتش زیر خاکستر تنها پنهان نگه داشته می شود و هر لحظه ممکن با وزش اندکترین باد ظاهر شود. در این مورد می توان به جنجال فرماندهان ازبک تبار گروه طالبان در شمال و همچنان مسئله بلخاب و رویارویی امیر مهدی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار و شیعه مذهب گروه طالبان اشاره کرد. او به صورت واضح دلیل جدا شدنش را به سیاست ها و رفتارهای تبعیض‌آمیز و افراطی قومی و مذهبی گروه طالبان رب داده و به همین دلیل یک منازع جدید کلید خورده است. دیده شود که شورای علمای طالبان
برای این موزل و آتش زیر خاکستر چه راه حل تجویز خواهد کرد؟ با توجه به واقعیت‌های تاریخی و عینی افغانستان، مشکل است که این شورا بتواند در این زمینه رهگشا باشد. البته یک موضوع بسیار واضح این است که بحران قومیت در افغانستان دیگر با توصیه‌های اخلاقی و فتوا قابل حل نیست. بله، من فکر میکنم که اینا کاملا در سردرگمی قرار دارن، بنابر دو دلیل عمده و اساسی. دلیل اول خو امو اختلافات داخلی خود ایناست که بالای موضوعات اساسی از جمله نحوه حکومت، تقسیمات چوکی های حکومت و سایر موضوعات مختلف، اینا با هم اختلاف نظر داشتن و دارن و او باعث شده که نتوانستن اجندای مشخص را بر از این مجلس اینا فراهم بکنن. ولی دلیل عمدتر و کلانتر از دید من این هست که اینا از ابتدا، از چند ماه قبل که پلان این مجلس را گرفته بودن، امیدوار بودن که خب با گرفتن نام یک مجلس کلان، اول لوی جرگه گفتن، باز یک جرگه دیگه گفتن، باز یک مجلس کلان گفتن، با نام گرفتن چنین چیزها اینا دو کار بتانن بکنن. یکی ای که در داخل افغانستان در یک حد پشتیبانی مردمی پیدا بکنن، و دومی که پشتیبانی جامعه جهانی را پیدا بکنن که جامعه جهانی مجلس من حیث راه حل بر قضیه افغانستان بپذیره. ولی چنین چیز نشد. نه تنها ای که کشورهای جهان پشتیبانی نکردن از این مجلس من حیث راه حل، بلکه حتی این مسئله را جدی نگرفتن. بنابراین به همین دو دلیل عمده باعث شده از دید من که اینا تا حال فکر و دید روشن نسبت به این مجلس نداشته باشند. میگویند از گپ میرسد. بیشتر ما روی بود نه بلکه ابعاد داخلی ساختار رژیم طالبان و تدویر نشست به منظور پیدا کردن راه مشروعیت صحبت کردیم و حالا بیشتر می پردازیم به عکس العمل جامعه جهانی. به نظر می رسد که جامعه جهانی در ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان با مشکلات متعدد مواجه است. از یک سو گروه اسلامگرا که به گونه غیر مشروع و غاصبانه خاک افغانستان را برای حکمرانی مجدد و قدرت نمایی رسمی اشغال کردند، حال رهبران این کشور مسئول دریافت کمک های جهانی هستند و این خود مانع در تمایل به کمک از سوی بسیاری از کشورهایی است که موجودیت طالبان و تشکیل رژیم خودخوانده امارت اسلامی را نپذیرفته و برای ورود به تعاملات دیپلماتیک و به جریان انداختن کمک های انسان دوستانه مرددند. بسیاری از کشورها از جمله کانادا دیگر در این کشور سفارت ندارد، به این معنا که کمک ها باید از طریق سازمان ملل متحد اما هنگ شود. همچنان اکثر خطوط هوایی بین المللی از پرواز به افغانستان خودداری می ورزند و سازمان های بشر دوستانی مختلف نیز میلی به تحویل کمک های نقدی به طالبان ندارند. اما از سوی دیگر مردم جنگ زده و محروم افغانستان قرار دارند که گویی با سقوط دولت سابق افغانستان موجی از مصائب ویران کننده، از بحران های مالی اقتصادی گرفته تا بلایای طبیعی چون زلزله اخیر بر سر آنها آوار شده است. چنانچه اخیراً مرگبارترین زمین لرزه یا لرزه افغانستان را در تاریخ 22 جون سال 2022 متحمل شدند که بیش از 1000 کشته و حداقل 1600 تا 2000 زخمی بر جا گذاشت. در افغانستان اسلامی مرد در پکتیکا ولایت که بودیان و رسواده که او مشکل جور شد و لیله الحمد زخمیان در پره هوایی زواک رو رسید و زخمیان اوست انشالله انتقالوی. Thank you.
دغه د جنازې روانې دي، د ګاډي ګوري د جنازې روانې دي، نو دغه مدني امارت ول مسؤلین هم لګیا دي خپل کارونه کوي، او دا جنازې د ګاډي تاسو وینئ، دا کې د جنازې وینئ، نو دغه چټ پټ روانې دي. نو نور چې کله مشترک حساب وشي ټوټل مې بیا زه حساب کوم، بیا یې درته لیږم. دا جنازې وینئ د ګاډیو کې، دا د جنازې حالات. رئیس صاحب دغه د هغه حالات بیا کلینیک حالات دی، خو کلینیک دومره راشته په وجود دی، تاسو چټک هغه ونه کوئ، عملیات چټک هغه پور ونه کوئ، نو دی عجزون ډېر د هغه سره مخامخ دی. نو دا خو صرف په یو وخت کلینیک کې دا حال دی، دغه حالات کسی باید چټک پور وشي. ملو دان دا ویډیو د تکا ټول خلق لوند دی، په خپره کېر کې دان تقریبا 15 میړه لوند دی، په دغه کېر کې 15 میړه شپږ لوند دی، په دغه کېر کې دیار لس میړه لوند دی، په بار کېر کې څلور 15 میړه دی. دا د څه کېر نه شول څلور، او اپوس مکمله قبيله کې لوند دو، اپوس کلدر شي په ویډیو کې د تر درمی، په دغه کې 15 شپږ میړه لوند دی، او دلار کېر نه چاویر بلکې څلور 15 میړه لوند دی. په داونه پر نور پنا دی میشتي ویډیو کټ کوي صحیح شو. این فاجعه حدود 160 کیلومتری جنوب شرق کابل و درست در زمان رخ داد که میلیون ها افغان در فقر شدید و گرسنگی بسر می برند. بدین ترتیب در سیل مصیبت های طاقت فرسای تحت رژیم طالبان و بلایای طبیعی، ارسال برنامه ریزی شده تحت نظارت درست و هدفمند کمک های جهانی بشردوستانه و حمایت های مالی اقتصادی می تواند تنها روزنه امید برای نجات مردم افغانستان از گرسنگی و ویرانی باشد. در این مسیر کشورهای مختلف به منظور ایجاد تسهیل شرایط و گشودن راه‌های واقع‌گرایانه که هم سازنده مسیرهای کمک کننده و هم تهدید کننده فعالیت‌های افراطی طالبان به ویژه بر زنان و اقلیت‌های مذهبی باشد، لزوم تعهد این گروه به برداشتن محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و احترام به حقوق و آزادی‌های اقشار و اقوام مذکور را مطرح ساختند. لیکن طی ماه‌های گذشته نه تنها شاهد انعطاف یا نرمش طالبان در این راستا نبوده‌ایم، بلکه نظاره‌گر ظهور اقدامات سختگیرانه از ممنوعیت تحصیل متوسطه برای دختران و تصمیم برای اعمال پوشش صورت به زنان از یک سو، ممنوعیت تجمع مسالمت آمیز، آزادی عقیده و بیان، سرکوب مخالفان و محدود کردن فضای مدنی در کشور، و در نهایت عدم توانمندی طالبان برای تامین امنیت جهانی مردم، دفع تهدیدات تروریستی و نفوذ گروه های شبیه طالبان مثل داعش و سایر گروهکای تروریستی در کابل، گروهک های تروریستی دیگر در کابل هستیم. زلزله اخیر افغانستان برملا کردن محدودیت های یک رژیم منزوی از جهان خارج و کمبود شدید پول نقد، منابع و امکانات ضروری برای مردم بود. افغانستان فاقد یک میکانیزم مناسب در مدیریت بلایاست و با خروج سازمان های کمک رسان بین المللی پس از به دست گرفتن قدرت توسط گروه اسلامگرای طالبان در آگست سال 2021 میلادی، جریان ارسال کمک‌های بشردوستانه مشکل‌تر نیز شده است. با وقوع زلزله اخیر چندین آژانس بین‌المللی کمک‌های را به این مناطق ارسال کرد و برنامه جهانی غذا نیز اعلام نمود که با برنامه ریزی برای ارسال غذای اضطراری به 3000 خانوار اولیه، 18 لاری را در مناطق زلزله زده مستقر کرده است که تجهیزات اضطراری شامل بسکیت های پر انرژی و وایت های چارج تلفن را ارائه می دهند. بر اساس بیانیه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان اقلام اصلی امدادی شامل خیمه، پتو، ملحفه و لوازم آشپزخانه در میان سایر اقلام را برای 600 خانواده ارسال کرد. سازمان صحی جهان نیز اعلام نمود 10 تن تجهیزات طبی
برای 5400 عمل جراحی و درمانهای طبی که 36000 نفر را تحت پوشش قرار میدهد برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده. اما به گفته بکرابی، مدیر حمایت از شورای NCR در سازمان پناهندگان ناروی، میگوید که ارائه کمک های بین المللی بسیار کند است، زیرا آژانس های بین المللی در حال تلاش برای فعالیت در مناطق سخت و صعب العبور می باشند، در حالی که مناطق آسیب دیده همه دور افتاده و کوهستانی هستند. شرایط جوی نامناسب در چند روز گذشته نیز عکس العمل های اضطراری را با مشکل مواجه کرده است. با گزارش رویترز می توان گفت منطقه ای که زلزله در آن رخ داده است، از میلیاردها دلار که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 توسط کشورهای غربی به سمت افغانستان سرازیر شد، بی بهره بودند. تا این 20 سال بعد با وجود شورش مداوم طالبان و متحدان ستیزه جوی آنها که منجر به کشته شدن هزاران غیر نظامی و سربازان دولتی شده، جاده های جدید ساخته شد و شهرها رشد کردند. با این حال بیشتر ولایت پکتیکا تحت کنترل شبکه حقانی هنوز باقی مانده و به همین دلیل همواره منطقه پرخطر محسوب می شود. به همین دلیل فقدان سرمایه گذاری به زیر ساخت های ضعیف در مرکز زلزله و اطراف آن منتهی شده و دسترسی بسیار مشکل است. اما بکرابی همچنان افزود این ولایت ها در گذشته جنگ های سنگینی را تجربه کرده و رسما از وجود مهمات انفجاری پاکسازی نشدند. علاوه بر این، مشکلات بانکی ناشی از تحریم های ایالات متحده عکس العمل انسان دوستانه را برای بسیاری از سازمان های کمک کننده بغرنج و پیچیده می کند، چرا که این سازمان ها با انسداد و تأخیر بانک ها در انتقال وجوه به افغانستان مواجه می شوند. مؤسسات در حال فروپاشی، کمبود منابع موجود و زیرساخت های تضعیف شده به دلیل جنگ و باران های مالی نیز عکس العمل فوری و مؤثرتر به مرگبارترین زلزله دو دهه اخیر در کشور را کنتر کرد. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، با وجود نیازهای مداوم بشردوستانه ناشی از سالها درگیری و خشکسالی مکرر، وضعیت کنونی در افغانستان بی سابقه بوده و بیش از 24.4 میلیون نفر برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سطح امنیت غذایی با سرعت نگران کننده رو به کاهش بوده و نیمی از جمعیت افغانستان را با گرسنگی حاد مواجه کرده است. از جمله 9 میلیون نفر، بالاترین رقم در جهان، در وضعیت ناامن غذایی در حال اضطرار هستند. علاوه بر این، سوء تغذیه در حال افزایش و معیشت خانوارها از بین رفته است. سال گذشته زمانی که کشور با آشفتگی عمیق و انزوای بین‌المللی مواجه بود، اهدا کنندگان به ارائه کمک های بشردوستانه به آنها پرداختند. چنانچه پرداخت 1.8 میلیارد دلار به گروه های کمکی توانست به 20 میلیون نفر در زمینه غذای نجات بخش، آب سالم، مراقبت های صحی، سرپناه و آموزش کمک کند و در حال حاضر نیز از اهدا کنندگان بین المللی خواسته می شود تا در سال جاری جریان و رشد وجوه مالی را حفظ کنند. در این حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، طی سخنرانی خود در ماه مارچ سال جاری اعلام نمود بدون اقدام فوری با یک بحران گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان روبرو هستیم. مردم در حال حاضر فرزندان و اعضای بدنشان را می فروشند تا به خانواده خود غذا بدهند. اقتصاد افغانستان عملا سقوط کرده است. پول نقد اصلا وجود ندارد. او گفت حتی آژانس های کمک رسان بین المللی نیز به سختی می توانند کار کنند و شرکای محلی با مشکلات بزرگتر مواجه هستند. جامعه بین المللی باید راه حل های برای مردم افغانستان پیدا کند تا از تأثیر
تصمیم توقف حمایت های انکشافی و مسدود کردن نزدیک به 9 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان در خارج رنج نبرند و آنها نجات یابند. اولین گام در عکس‌العمل منادار بشردوستانه بایستی متوقف کردن مارپیچ مرگ در اقتصاد افغانستان باشد. بدون آن حتی بهترین کمک های مالی و موثرترین عملیات کمکی مردم افغانستان را از آینده غیر قابل تصور نجات نخواهد داد. در 8 هفته اول سال 2022 میلادی شرکای اهدا کننده کمک های بشردوستانه با اولویت دادن به زنان، دختران و گروه های اقلیت به 12.7 میلیون نفر کمک های نجات بخش ارائه دادند که شامل غذای مغذی برای صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذی و زنان باردار و شیرده و همچنان وعده های غذای سالم برای متعلمین، بذر و ابزار برای دهاقین و درمان تروما و مراقبت های صحی در جهت جلوگیری از باروری بوده است. لیکن در این زمینه همچنان مشکلاتی وجود دارد که از تصمیمات طالبان برای اعمال محدودیت ها و عدم همکاری و تعهد این گروه با آژانس های سازمان ملل برای کمک نشأت می گیرد. چنانچه به گفته اخیم اشتایلن رئیس برنامه انکشافی سازمان UNDP مربوط ملل متحد، مشارکت های این نهاد اغلبا چند بودی است، اما گاهی اوقات با مشکلات مواجه می شویم که مانند تحصیل دختران در افغانستان می تواند به خطوط اساسی UN یا سازمان ملل متحد تبدیل شود. از دید جامعه بین المللی این سوال مطرح می شود که آیا می توان به طالبان برای توزیع عادلانه پولی که اعطا می شود اعتماد کرد؟ نقش دردسرساز رهبران طالبان در دریافت کمک های بشردوستانه با گزارش آژانس خبرگزاری رویترز، مارتین گریفیتس که مسئول امدادرسانی سازمان ملل در 23 جون 2022 تعیین شده اعلام نمود، طالبان حاکم بر افغانستان در برابر تلاش های سازمان ملل به منظور کمک بر دریافت کمک های بشردوستانه به این کشور مقاومت و در ارسال کمک ها دخالت می کنند. او تذکر داد بانک های بین المللی نسبت به آزمایش تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده محتاط هستند و سازمان ملل متحد و گروه های امدادی را در تلاش برای تحویل پول نقد کافی برای اجرای عملیات قرار می دهد. بدین ترتیب سازمان ملل متحد در تلاش است تا سیستمی را که به عنوان تسهیلات مبادله HEF یعنی مبادله بشردوستانه توصیف می شود به منظور مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی و در طرح برای جلوگیری از بحران های اقتصادی و دور زدن رهبران طالبان که تحت تحریم هستند راه اندازی کند، چرا که به گفته گریفیتس حدود نیمی از گروه های کمکی که اخیراً توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفتند در انتقال کمک های مالی به افغانستان با مشکل جدی مواجه شدند، چنان که این کمک ها نسبت به 87% در ماه اکتبر کاهش یافته است. دو سوم گروه های کمک رسان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این معضل را مانع به منظور اجرای برنامه های خود عنوان کردند. مقامات طالبان نیز به طور فزاینده در روند ارسال کمک های بشردوستانه دخالت می کنند. همچنان به گفته وی سازمان ملل متحد تنها 1.4 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز خود را برای رفع نیازهای بشردوستانه در افغانستان در سال 2022 دریافت کرده و سازمان ملل در این راستا بودجه کافی ندارد. اما به گفته برخی ناظران سیستم طالبان همان حکومتداری از بالا و مدیریت مالیه از پایین را دنبال می کند که برای 2 دهه در افغانستان شکست خورد. چنانچه به باور این منتقدان سیستم توزیع کمک های افغانستان حتی
پیش از اینکه طالبان در سال 2021 به قدرت برسند نیز مفید واقع نمی‌شد. در ماه فوریه سال 2022 جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرد که تقریبا نیمی از 7 میلیارد دلار دارایی افغانستان را که در ایالات متحده در انتظار نتایج دعاوی قربانیان 11 سپتامبر بود مسدود کرد و نیمی دیگر را به نفع مردم افغانستان نگه داشت. برخی از گروه ها از جمله نهادهای حقوقی که نماینده قربانیان 11 سپتامبر بودند از این فرمان حمایت و برخی منتقدان چون جنیفر مرتاز شویلی استاد در پوهنتون پیتسبورگ امریکا تصمیم بایدن را با توصیف آن به عنوان رابن هود معکوس مورد انتقاد قرار دادند. طالبان تصمیم بایدن را ناعادلانه خواندند و بسیاری از افغان‌ها معترض شدند که این پول متعلق به مردم افغانستان است و باید بدون تأخیر به افغانستان باز گردانده شود. بر صورت در حالی که کمک‌های خارجی می‌تواند به زنده ماندن میلیون‌ها افغان کمک کند، برخی بر این باورند این یک راه حل بلند مدت برای افغانستان نیست. مشکل در افغانستان مقدار کمک‌های خارجی نیست، بلکه سیستم و مکانیزم‌هایی است که کمک‌های خارجی را مدیریت و نظارت کرده و آن را به نتایج کارآمد و طولانی مدت تبدیل کند. تریلیون‌ها دلار در طول دو دهه گذشته از طریق یک سیستم مدیریت مالی عمومی از بالا به پایین در افغانستان به هدر رفت که منجر به فساد بدون پاسخگویی و مشارکت محلی بود. اما طبیعتاً در زمان طالبان این مشکلات بزرگتر هستند و خواهند بود، چرا که در وهله اول طالبان همان روی کرده از بالا به پایین را دنبال می کنند و از آنجایی که آنها در برابر هیچ کس پاسخگو نیستند، طبعاً هیچ راهی برای اطمینان از رسیدن کمک‌های خارجی به جمعیت فقیر و نادار افغانستان وجود ندارد. اما خطر بزرگتر این است که هیچ کس نمیتواند تضمین کند که طالبان از کمک‌های خارجی برای فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی خود استفاده نخواهند کرد. تا زمانی که سیستم مدیریت مالی عمومی از بالا به پایین انحصاری و برای گروه‌های کوچک خاص سودآور باقی بماند، اثرات کمک‌های خارجی نیز در پایین‌ترین و حداقل سطحی‌ترین حد خود باقی خواهد ماند. ساختار حکومتی طالبان که در قانون اساسی و طرز عمل آنها پیشنهاد شده است، یک سیستم متمرکز از بالا به پایین همراه با چاشنی افرادگرایی مذهبی را ارائه می‌دهد که در آن امیر رهبر این گروه اختیار نهایی را داشته و سیستم مدیریت مالی عمومی نیز از این امر مستثنا نیست. این امر باعث می شود که قانون اساسی طالبان از نظر تمرکز شبیه به اکثر قانون اساسی های در افغانستان باشد. طبق قانون اساسی طالبان، کابینه که مستقیما توسط رهبر تعیین می شود بودجه را تهیه و تدوین و برای تصویب نهایی به وی ارائه می دهد. این نشان می دهد که کابینه در نوع و تعداد پروژه ها و میزان بودجه ای که به ولایات، ولسوالی ها و مناطق مختلف افغانستان تخصیص داده می شود مشارکت خواهند داشت و باید گفت این جریان به خودی خود نشان می دهد که مردم افغانستان نهایتاً در تعیین نیازها و ترجیحات خود دخالت ندارند. همچنان به باور برخی دیگر از ناقدان، تا بدین جای کار تحویل کمک به مردم افغانستان در رژیم طالبان بسیار کارآمد نبوده است، زیرا پروژه های بهبود صحت و آموزش در حال نابودی هستند. چنانچه بر اساس گزارش منتشر شده در ماه اپریل سال 2022 توسط بنیاد اروپایی آسیا تحت عنوان نرمش، آیا رویکرد می تواند به نرمش بحران افغانستان کمک کند؟ این سؤال است که تا امروز کسی به آن جواب نداده است. سونامی فقر در افغانستان با حاکمیت طالبان، منجمد شدن دارایی‌های افغانستان و عدم برسمیت شناسی، گرسنگی و فقر به بحران عمیق تبدیل شده است. مردمی که کار داشتند و بر سر سفره‌های خود نان و غذا، حالا تمام دغدغه‌شان را سیر کردن شکم اولادهایشان تشکیل می‌دهد. اینجا شیرینگل 30 ساله در شهرک سبز در گوشه از هرات زیر این خیمه سرد
شب را سحر می کند. دقا یخ تاکات نکیش خدا کودل دوالاردم یخ دش پی یخ چینی هم گرد چوک دا مریض دا خوال مریض انه اینه برایست مستند. او برای اینکه پول قرض شوهرش را نمیتواند بپردازد، صالحه طفل 5 ساله اش را برای ازدواج به پسر 12 ساله حضرت خان معامله کرده است. اما طرف دیگر قضیه حضرت خان است که 1500 دلار آمریکایی به شوهر معتاد و حالا فراری شیرینگل قرض داده بود. او یا پول میخواهد و یا هم صالحه را. همی یک نیم لک روپی که زی نده ما الان دخترش میبرم او نداره که با ما بده. خانواده هایی که بیشتر در داخل افغانستان به خاطر فقر و خشکسالی بیجا شدند و یا هم به اثر سلطه طالبان کار و روزگار خود را از دست دادند، غرق در فقر فزاینده شدند. فرزندان پسر این خانواده ها صبح از خانه بیرون می شوند و برنگ کردن کفش، جمع‌آوری پلاستیک و نان خشک، خشت مالی و حتی بگدایی مصروف می شوند. کار زیاد می کنم، وقت ندارم شاطری کنم. اما دختران که خانه نشین شدند و درآمدی ندارند، از سوی خانواده ها ناخواسته به وسیله بازی مبدل شدند و به فروش می رسند. بر اساس آمار سازمان جهانی غذا، در زمستان امسال بیشتر از 22.8 میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه می شوند، 3.2 میلیون طفل با سوء تغذیه و 1 میلیون هم در معرض خطر مرگ قرار می گیرد. این در حال است که پیش بینی می شود تا آخر سال 2022، 97% مردم زیر خط فقر قرار می گیرند. این که اقتصاد شکسته و ریخته، سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را به کجا خواهد کشاند، سوال است که جوابش را باید حاکمان امروزی افغانستان پاسخ بدهد. خلاصه، حکومت کردن در عصر مدرن، اقتضاعات و شیوه های مدرن کار می طلبد. از همین رو، سیاست ورزی به مثابه دانش توزیع منابع، نیازمند خرد و درک درست از واقعیت‌های یک جامعه و ارائه راه‌های مدرن مبتنی بر حقوق اساسی مردم است. کسانی که در عصر کنونی در وادی حکومتداری قدم می‌گذارند بایسته است که آراسته با دانش مدرن و پیراسته با واقعیت بالفعل جامعه و جهان باشند، چیزی که طالبان از داشتن آن و نیز از تعهد به چنین فهم از سیاست محرومند و اجازه سیاست ورزی خرد باور و شهروند محور را برای دیگران هم نمی دهند. سیاست ایران که این گروه دنبال می کند از آن جز خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی چیزی بیرون نمی آید. در حالی که پایه های یک نظام سیاسی مشروع استوار بر حقوق طبیعی اتباع یک کشور است، طالبان طایفه‌های فکری جامعه را در تضاد با ارزش‌های خودشان می‌دانند و با همه رنگ‌ها و تنوع فرهنگی و قومی دشمنی می‌ورزند. در عبا و قبای شریعت کار قومیت می‌کند. از دین و مذهب به عنوان ابزار سلطه قومی و سرکوب جنبش‌ها و اعتراض‌های دادخواهانه مردم کار می‌گیرند. ادعای برادری می‌کنند اما به برابری در برادری ایمان ندارند. از برادری بردگی و تایید بیچون و چرا میخواهند. اگر رژیم طالبان اندکی به برادری که ورد زبانشان است باور میداشت، از مستی پیروزی و نشئه قدرت خیش میکاست، چشم میگوشود و به افغانستان پسا 1400 میاندیشید. دست از این همه یاوگویی و عقبگرد بر میداشت و جلو سیر قهقرایی جامعه را می گرفتند و مسلمان امروز رضایت بخشی از مردم افغانستان را با خود می داشتند. خاصیت این گروه اما جاماندگی همیشگی از فهم جهان است. با هم به عنوان جنگجویان نیابتی صلاحیت تصمیم گیری ندارند. مردم از فساد، بیکارگی و جنگ فرسایشی نظم جمهوریت خسته شده بودند و برای عبور از ناکارآمدی به کارآمدی به نظم تلفیقی و پایان جنگ چشم دوخته بودند. اما این گروه نابکار آخرین شعله های امید مردم افغانستان را که در دل مردم زبانه کشید نابود کرد. حالا که این گروه بر کشور مسلط شده است، همه ارزش های دو دهه را از بین برده است.
طالبان به تازگی اعلام کردند که جرگه ملاهای افغانستان را برگزار میکنند و طور که خدمت شما عرض کردم این جرگه امروز برگزار شد. برگزاری این جرگه در ذات خود مغایر با ارزش‌های نوین و جامعه متکثر افغانستان است، زیرا ملاها به تنهایی نمیتوانند از مردم نمایندگی کنند، چون ملاها کتله بسیار کوچکی از مردم افغانستان را تشکیل میدهند. حتی تافته جدا بافته از مطالبات و خواستای مشروع مردم هستند. اکثریت آنهایی که در جرگه طالبان شرکت کردند از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان چیزی نمیدانند و حقوق آنها را به رسمیت نمیشناسند. مرز ذهنی آنها از دنیای کفر و اسلام فراتر نمی رود. بسیاری از مردم کشور را مستحق مرگ می دانند و در تکفیر و افرادگرایی گاه دست طالبان را از پشت می بندند. فقه جعفری را قبول ندارند، اختلافات مذهبی شدید با اهل تشیع دارند و با ارزش‌های مردم سالاری ناسازگار هستند. بنابراین چنین جرگه‌ای که گمان می رود خطوط سرخ جرگه کلانتر و قریب الوقوع بعدی طالبان را تعیین کند، غیبت مردم و مطالبات مردم در آن پیش از پیش روشن نیست و مردم حق در آن اصلا ندارند. چنین نشستهایی نمیتواند گامی در راستای بهبود وضعیت، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق طبیعی مردم بردارد. از طرف دیگر تمسک و توسل به جرگه در عصر مردم سالاری چیز جز پذیرفتن فرهنگ جامعه قبیلوی و بدوی نیست، ورنه در دنیای معاصر همه پرسی بهترین روش و مشروعترین شیوه کار کسب اقتدار در جامعه انسانی به شمار می رود. ملاهایی را که طالبان در این جرگه جمع کردند نه تنها از هیچ گروه و طیف سیاسی و اجتماعی افغانستان نمایندگی نمی توانند، حتی اینها از ملاهای افغانستان نیز نمایندگی کردن نمی توانند، چون آنها بر مبنای میزان طالب بودگی گزینش می شوند. ملایی که سیاست طالبان را نقد کند و سخن غیر از فهم طالبان از سیاست فعلی افغانستان مطرح کند در چنین محافل و مجالس راه ندارد و تا اگر حضور هم بیابد و سخن هم بگوید لبش بریده خواهد شد. نشست سراسری علمای طالبان در میان موجی از نارضایتی ها و واکنش های مردم و مخالفان دایر می گردد. زنان این نشست را یک قدم دیگر در جهت حذف و سرکوبشان تلقی می کنند. در این نشست ها و نشست هایی که این گونه در آینده برگزار بشود، قطعا اراده مردم، اراده ملت، اراده جوانان و مخصوصا اراده زنان دخیل نیست و هر زن افغانستان یک رأی مخالف است در مقابل تصمیمات اینمی جرگه که طالب و یا جرگه هایی که طالب بخواهد به خاطر حذف زنان، به خاطر حذف اراده مردمی و به خاطر ازی که برای خود دست و پا کنه راه و چاره ای که دنیا او را به رسمیت بشناسه، ما زنان افغانستان در مقابل از او ایستاده ایم و فریاد میزنیم که هیچ گونه اعتباری ندارد. شورای علمای جبهه مقاومت ملی نیز این نشست را فریبنده خوانده و گفته است که این نشست اجباری و برای بیعت است. جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی هم آن را استفاده ابزاری از نام جرگه گفت و کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نشست را جرگه درون امارتی توصیف کرد. اما طالبان توصیف دیگری از این نشست دارند. طبقه اوناست، هم همه مادرای ما هستند، همه خواهرای ما هستند، ما به اونا احترام کامل داریم. اونا هم انشالله همو که فرزندان از اونا در اینجا دخیل هست، انشالله یک قسم دخیل هستند اونا هم. در نشست سراسری علمای طالبان نه تنها از اشتراک زنان و دختران خبری نیست، بلکه فعالان جامعه مدنی، نماینده های مردم، بزرگان و متنفذان قومی، دانشمندان نیز حضور ندارند. از اشتراک گروه های مخالف طالبان حتی حرفی به میان نیامده است. با این همه طالبان به موفقیت این نشست دل بستند. نو هیله کوم چې دا غونډه ډیره بریالۍ او کامیابه پای ته ورسیږي. زموږ د ملت هغه غوښتنه چې غوښتلې غونډه ولري، مجلس ولري، او هغه څه چې ځان سره په نظر کې لري هغه دلته ابراز کړي، د هغوی دپاره دغه زمینه ساتي په ښه توګه وسي. د
بسیاری ها برگزاری این نشست را تلاش طالبان برای برسمیت شناخته شدن حاکمیتشان می دانند و شمار آن را اقدام برای مشروعیت بخشیدن و تحکیم نظام طالبانی می پندارند. عمل کرد و باورهای گروه طالبان را نیز با شدیدترین الفاظ و بعضاً با دلایل اسلامی و اخلاقی که خود رد می کردند. هرگز به باور کسی نمی نشست که روز این دو گروه حداقل به ظاهر دشمن از دو صف مخالف که سالها هم دیگر را تکفیر کرده و کشتند کنار هم و در یک صف قرار بگیرند و به اصطلاح کرده و ناکرده ایشان را یکی بسازند و هیچ گونه حرمت به قربانیان که از آنها برای حفظ جان خود سپر گوشتی ساخته بودند قائل نشوند. مردم که هنوز از شوک سقوط نظام جمهوریت به حال نیامدند با آغاز روند دعوت از شخصیت ها و لبیک گفتن یک تعداد اشخاص صاحب شهرت اما بدنام در دوره جمهوریت به دعوت کمیسیون طالبان دوباره شاک شدند. اما دیگر قبول کردند که افغانستان سرزمین غیر قابل پیش بینی است و هرچی دور از تصور است قریب است اتفاق بیافتد. این که افغانستان چرا سرزمین اتفاقهای غیر قابل تصور است با نگاه انداختن به گذشته نچندان دور در میابیم که یک از دلایل عمده و اساسی این است که از رهبر تا رهبر زور را همیشه حق میپندارند تا اینکه حق را زور بپندارند. برای توضیح موضوع در سطح رهبر و عام مردم با ذکر مثال به بررسی میگیریم. شخصیت ها همه اشخاص که تا به حال به دعوت کمیسیون به کابل برگشتند یا پس از آن برخواهند گشت میدانند که تا قبل سقوط از رسمیت داشتن در سطح دنیا تا پول و امکانات همه و همه دست جمهوریت بود. بنابراین در صف زور که حق پنداشته میشد ایستاده بودند و طرف مقابل را با گلوله و کلمه تهدید و تکفیر میکردند. اما با تسلط گروه طالبان گذشته ها به فراموشی سپرده شد و حالا که زور دست این گروه است دارند به دامن اینها پناه می آورند و به اثبات می رسانند آنچه در این سرزمین حق است زور است. جهت اثبات این ادعا و توضیح بهتر و بیشتر به صفحات اجتماعی سر زده و نوارهای تصویری از برگشتگان را ببینید که دیروز کی بودند و امروز کی هستند. به طور مشخص به نوار تصویری که از دولت وزیری سخنگوی سابق وزارت دفاع دوره جمهوریت در شبکه اجتماعی دست به دست می شود نگاه کنید که طالبان را به زعم خودش به دلیل اینکه در برابر حکومت اسلامی و قانون اساسی می جنگد اسلامی و بغاوتگر و یاغی خطاب کرده و تایید یک عالم دین را که در مجلس حضور دارد نیز می گیرد. اما با حاکم شدن طالبان بغاوتگر و یاغی گفته و گذشته به یاد فراموشی سپرده شده و به دعوت طالبان به کشور برمیگردد و با برگشت خود به تایید میرساند که زور زمین که قدرت است حق هم است. در سطح عام مردم اگر این موضوع را در سطح عام مردم افغانستان به بررسی بگیریم در خواهیم یافت که چرا اکثر شخصیت های مطرح در افغانستان عمر مطرح بودن و رهبریشان دراز است و سیاستمداران افغانستان زیاد عمر می کنند. منظور در سیاست زیاد عمر می کنند چون اکثریت مردم عام همیشه به دربار زور که حق بپندارند لمیدند. رهبر پروری و مثبت اندیشی بیش از حدشان در مورد رهبرانشان چشم بصیرت اکثرشان را بسته نگه داشته است و نمیگذارد تا حقایق بسیار واضح و آشکار شود. بنابراین یک شخص تا همیشه رهبر و دیگران برای همیشه رهرو باقی میماند. همچنان اکثر مردم در دوره جمهوریت که تا دوست نداشتند طالبان روزی حاکمان افغانستان شوند، ولی امروز زمانی که امرایشان در این مورد در صحبت را باز میکنی میگویند بد نیست، امنیت است، ولی صرف کار نیست. این طبقه مردم که نفوسشان در افغانستان هم زیاد است زود به قبله زور روی می آورند و از حق رو می گردانند. به این ترتیب به این نتیجه می رسیم که بسیاری از مردم افغانستان جایگاه حق را با زور جا به جا می کنند و بنابر هر دلیل ایجگاهی به صورت یک پارچه در برابر زور
که جایگاه حق را تا به حال داشته است ایستاده نشدند، بلکه برعکس یا به شکل گروهی یا انفرادی در کنار زور قرار گرفتند. خوانش تاریخ و خودآگاهی از موضوعات داغ روزمره می تواند قدرت تفکیک دقیق جایگاه حق و زور را در بین مردم بلند ببرد و بساط حکمرانی زور که تا به این دم در جامعه افغانستان حق پنداشته می شود را برچینند تا زمینه درخشش حق فراهم شده و روشنایی سرتاسری گسترانیده شود و حق به حقدار برسد. من که برای شما گفته بودم باز هم تکرار می کنم که در افغانستان نه دولتی وجود دارد، نه حکومتی وجود دارد و نه ملتی وجود دارد. و من الله توفیق تا دیدار دیگر در یک روز دیگر و با یک برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپارم.